السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوش آمدین به ویدیوی دیگر انشاءالله که هر جای که باشین در امن خدا در حافیت باشین موضوع امروز در باره دیدگاه اسلام در مورد خشم یا عصبانیت ذهن انسان یک هزار توی پویا از حساسات از که است که دائما در جریان است هنگامی که خداوند متعال انسان ها را خلق کرد با ما توانایی فوق ای که در احساس پیدا کرد علاوه بر این او ابزارهای لازم را برای بیان صحیح این احساسات به منظور دستیابی به نتایج مطلوب به ما هدیه کرده است در کنار احساس عشق و محبت انسان نقص ناگزیر احساسات وحشتناک خشم را نیست تجربه خواهد کرد. انجمن روانشناسی امریکا سامانیت را این گونه تعریف می کند احساس که با خصومت نسبت به شخص یا چیزی که احساس می کند عمدن با شما اشتباه کرده است مشخص می شود. خشم بیس از حد می تواند مشکلات را ایجاد کند افزایش فشار خون و سایر تغییرات جسمی مرتب با عصبانیت باحث می شود که درست فکر نکنید و به سلامت جنسی و روحی شما آسیب برسانید اگر به چنین احساسات کینه آزادی رشد داده شود به یک حیوان وحشی تبدیل می شود به طور دارای استعداد نهایی می تواند شما را به طور کامل بلعیده و عقل شما را از بین ببرد خشم شما نباید این آزادی را داشته باشد که احمال شما را دیکته کند. مسلمان هر قدر هم که تلاش کند، ضروری است که خود را تنبیه کند و خشم خود را مهار کند. خداوند در قرآن شریف در سپاره 3 آیه 133-134 می فرماید که ترجمهش است خداوند متعال می فرماید او برای اف پروردگار تان و بهشت که بر آسمان ها و زمین گسرده است عجله کنید برای کسانی که برای خود مراقبت می و از خدا می ترسند که هم در شادی و هم در مصیبت خرچ می کنند که خشم خود را فرو می نشینند و هم نو خود را می بخشند و خداوند کسان را که راستکار هستند و نیکوی میکنند دوست دارد. لطافت، رحمت و کنترل خشم فرد دست به دست هم داده و نشان دهنده مؤمن صالح است. تاثیرات روانی اجازه داده به عصبانیت شما برای غلبه بر شما. فرد دائما عصبانی نه تنها برای خود بلکه برای اطرافیان و نزدیکانش مضر هست. عصبانی بودن شبیه به مستی هست در هر دو مورد فرد دیگر فرمان زن خود را در دست نمی گیرد توانایی استدلال و تشخیص حق از باطل از بین می رود ناگفته نماند برخی از اسرات فیزیولوژیکی عصابانیت شامل افزایش ضربان قلب فشار خون بالا سردردی بیخوابی و افسردگی است خشم مانند غلیز افکار شما را تار می کند تا جایی که چیز جز خشم باقی نماند با از دست دادن توانایی شما در استدلال از دست دادن کنترل زبان و اندام شما به دنبال دارد هر کسی که به اندازه کافی متاسفانه در مجاورت فرد عصبانی قرار بگیرد می تواند مورد آزارهای لفظی و گاه فیزیکی قرار گیرد قربانیان از عزیزان خشمگین هستند پس از آن که فرد بر اساس خلق و خوی خود عمل کرد احساس پشیمانی عمیقی در او ایجاد می شود با این حال اغلب در این مرحله روابط دوستی و خویشاوندی ممکن است قبلا قطع شده باشد تاثیرات طولانی مدت اجازه دادن به عصبانیت برای زندگی طولانی و تحمل کینه ها به طرز و باور نکردنی و خیم است. منفی شما را بلعیده و در عوض همه چیز و همه را از دریچه تلخ مشاهده خواهید کرد. به همین دلیل رسول خدا فرمودند خشم مثل زغال سوزان است. در قلب می سوزد اگر شما این را زیاد پکر کنید این در ترمیزی و به سخت ها است رها کردن و بخشیدن همیشه آسان نیست ابن ماجا می که هیچ کس یا پرس تلخ را از اصابانیت اس، اس، را قرد نمی کند تنها به دنبال رضایت خدا من. رها کردن و تمرین رحمت در لحاظات صدمه شدید کار آسان نیست با این وجود دقیقا به همین دلیل است که پاداش بسیار زیاد از سوی خداوند متعال به آن داده شده است با توجه با این می توان فهمید که چرا کنترل خشم بخش از جهاد ان نفس مبارزه با خود هست اجرای انتقام جویانه بسیار آسان است اما بخشش و مهار خود هنگامی که به شما ظلم شده است به مقدار قابل توجه قدرت و ایمان می اغلب به این یک عمل فداکاری بزرگ برای جلب و رضایت خداوند است بزرگی این امر هرگز مورد توجه پروردگار جهان نخواهد بود کسی که بتواند با توجه و سنت افا کند در زندگی بعدی مفتخر می شود در نهایت رهایی عصبانیت خود وسیله برای آرامش شماست هنگامی که در نبرد با عصبانیت خود پیروز شدید می توانید انرژی خود را بر روی مسائل مولد هدایت کنید زیرا عصبانیت از نظر ذهنی در حال انفصال است ابو هریره رضی می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرد قوی کسی نیست که قدرت بدنی داشته باشد بلکه اگر قوی باشد بتواند خشم خود را کنترل کند این در بخاری و مسلم ذکر شده است اسلام نرمی مهربانی و رحمت را آموزش می دهد در صحیح مسلم حدیث ذکر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی از مهربانی محروم است از خوبی محروم می شود کل دین اسلام ارزش های اساسی عشق همدلی و بخشش را شامل می شود. در سراسر قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده شده است که در گفتار و اعمال خود نسبت به یک دیگر مهربان باشیم. دست نشانده احساسات خود نباشید و تسلیم خواسته های عصبانیت خود نشوید. اگر تسلیم عصبانیت خود شوید چگونه می توانید این ارزش ها را عملی کنید؟ اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا مثال ما باشد ما فروتن خواهیم بود زبان خشم دختگیری در رفتار با آموزهای اسلام مخالف است حتی از کسانی که با شما خیانت کرده بدرفتاری کرده ان ما خواسته می شود که با ملایمتترین رفتار با آنها برخورد کنیم فرعون خیانتکار همه مردم بود اما موسی علیه السلام از طرف خداوند با او سفارش شده بود که با آرامی با او صحبت کنید او ممکن است توجه کند یا ممکن است ترس داشته باشد که این در قرآن شریف در سوره بیس آیه 44 ذکر است پیامبر مصطفی صلی الله علیه و سلم چگونه با ما توصیه می کند که آرامش خود را حفظ کنیم ما با سادگی با ما فرمان نداده اند که آرامش خود را حفظ کنیم دین اسلام همه چیز را در بر میگیرد با هر دستور نکات ارزش در مورد نخوی انجام آنها وجود دارد پیامبر صلی الله علیه و سلم به روش های مختلف ما را در مورد چگونگی دستیابی و خیشتن دارایی بر خشم خود روشن کرده است در صحیح بخاری جلد 6 شماره 333 حدیث ذکر است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از, از دیدن دو نفر از یکدیگر عصبانی شده اند فرمودن من کلمه می دانم اگر او را بگویید آنچه احساس می کنید از بین می رود او باید بگوید من از شیطان به خدا پناه میبرم و تمام خشمش برطرف می در حدیث دیگر ابو داود کتاب 41 شماره 4766 حدیث ذکر است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است خشم از شیطان میآید شیطان از آتش آفریده شده است و آتش تنها با آب خاموش می شود. پس وقت یکی از شما عصبانی می شود باید وضو بگیرید. در حدیث دیگر المسناد جلد یک شماره 329 حدیث ذکر است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند اگر کسی از شما عصبانی شد سکوت کنید. در کتاب توحاف الاقول شماره 16 حدیث ذکر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است عصبانی نشوید اگر این کار را کردید بنشینید و در مورد قدرت پروردگارتان بر خلقت و بخشش او نسبت به آنها تحمل کنید و اگر کسی به شما گفت که از خدا بترسید خشم خود را برطرف کنید و به خشودگی خود را به یاد خود بیاورید حدیث دیگر در دا ابو داود کتاب 41 شماره 4764 زدی ذکر شده که ابو زر روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و سالم با ما فرمود وقتی یکی از شما هنگام استادن عصبانی می شود باید بنشینید اگر خشم او را ترک کند خوب و خوب و اگر نه باید دراز بکشید روح شما بسیار بیشتر از آنچه این زندگی راه می دهد خلق شده است. خداوند شما را طور آفریده است که تنها به یاد او باشد و تسلیم او باشد. مهار خشم به این مهانا نیست که آن را سرکوب کرده و بگذارید. در مورد شما بجاشد. این تواند باعث شود که خود را در موجودی بسیار نشان دهد این بدان مهناز که در لحظات خشم منعکس عکس با بیاد خدا است این بدان مهناز که وقت تمایل به برانگیختن آن اشتیاق شدید دارید می توانید عیبه های خود را به یاد بیاورید و سریخ خود را فروتن کنید مهار خشم یادآوری نعمت هایی است که خداوند در طول چنین آزمایش شاید به کسانی که به یاد او هستند وحده داده است به معنای گرفتن آن انرژی و تبدیل آن به خوبی است ما باید بیش از حد به خود ما آگاه باشیم چند بار آگاهانه گناه کرده و خشم خدا را بر انگیخته ایم. با وجود این خداوند به پایان می بخشد. حتی زمانی که ما شایستگی هم نداشته باشیم. بنابراین دفعه بره که کسی شما را عصبانی می کند رحمت وسیع خدا را در نظر داشته باشید و همان رحمت را به او عطا کنید اجازه ندهید که عصبانیت شما را خرج آخرت شما را بکند بلکه آن را در آغوش بگیرید و از زانو در بیایید و از آن به عنوان وسیله برای نزدیک شدن به خداوند استفاده کنید انشاالله که همه ما یک چیز نو یاد گرفته ایم الله که ویدیو خوشتان آمده باشه فراموش نکنید که با حسن نیت این ویدیو را با دیگران هم با اشتراک بفرستید تا ویدیوی دیگر روز خوش سلام علیکم